گشت زنی برای بزرگداشت از 18 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود. هرچند پسر این رهبر جهادی از طرفدارانش خواسته که با چنین کاروانها نظم شهر را بر هم نزند. تشویق ما برای تمام برادرها و دوستایی که در این روز عزاداری میکنند که با شأن و شوکت، با حضور رنگین و پرشور خود در قالب نظم و به خاطر آرامش و آسایش مردم ایجاد حرکت‌های رحمت، نه وحشت. من مخالف هر گونه حرکتی هستم که وحشت خلق میکنه. جهرایی احمد شاهی مسعود، برخی ها اینجا برای ادای احترام میآیند، شماری در اینجا از سوی بنیاد مسعود برای ایجاد نظم در میان کاروان ها معذف شدند. ما به همکاری بنیاد عامر صاحب که ما خود ما به نمایندگی از او اینجا هستیم، شما میبینید اینجا در بعض نقاط که تحت تاثیر خطر از در اونجا ما توظیف شدیم تا قطارها یا گروه هایی که در اونجا میایند ما او را به شکل بسیار نرم بفهمانیم که برادر اینمی کار خوب نیست، اینمی راه و فکر اندیشه عامر صاحب شهید نیست. تمام ارگان های امنیتی که بود با مجاهدین، شوراهای مجاهدین اما هنگ ساختیم، مشوره کردیم که از یک پیش سالهایی که ایتو تجلیل گرفته میشه به خاطر سال تجلیل قهرمان ملی کشور، اما بی بندوباری ها باید جلوگیری شد. او بی بندوباری ها عبارت از فیرهای پراگنده و او و هو و بی جای موترهای که به دیگه تکر کرده. اما باشنده های کابل آنچی را که پیروان او برای عزاداری انجام میدهند مردم آزاری میخوانند. نور کلا هم دا خلق براوتل جامعه شمسود کلیج مناسبت بانی و دی پدی سرک همواره این افراد در روز کشته شدن احمد شاه مسعود به جاده ها با بیرق ها در وسایط بیبر آمدند و فیر می کردند. حالا که دیده می شود باز هم این کار جریان دارد، برچه و تفنگچه هنوز هم در دستشان است. دا هم من ولیدل او تماچی من هم خلق سره ولیدل با شکل درست از استفاده چی کنه آزادی خود استفاده کنه. خودتان می بینن بچش پسر خود می بینن که به دست میرن دیگه دمروشان کسی که میه شاید فایر یام شوه و صدای فایر هم میامدن پیشتر دیگه از این چیزا جلوگیری شوه. خاص نمایی است که باید یا جلو از یارا بگیره، یارا ما وقتی که حال ما میبینیم یا تر میشه واسه که جلو از یارا بگیره کرد 2 میل سلا یک اندک نیروی امنیتی ساده سه به تفاوت بهتره که جلو از یارا بگیره. 2 میل تفنگچه چی است که از پیش از یارا بگیره. پایتخت افغانستان در این روز شاهد 3 انفجار و کشته شدن یک افسر قطعی گارنیزون بود. وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افسر توسط اعضای یکی از همین کاروان ها به قتل رسیده. نیروهای امنیتی نیز پس از این رویداد به گرفتاری افراد مسلح غیر مسئول پرداختند. ما تو کاروان ها را تمامش منظم کردیم، هیچ کس فایر فایربازی نمی کنه، کسایی که فایر می کنه تفنگ دست داره نخواد از پنجشیران باشه و نخواد. کسایی هستند که از 4 گوشه و اطراف کابل جمع شدن و نامبدی مردم پنجشیر هستند. اینی موتر ماست انشاءالله که ما تمام و مجهز هم هستیم سلا، اما فایر نکده. این روز همه ساله در کابل و بعد از آن در پنجشیر بزرگ داشت می شود، اما ظاهرا برخی از گشت‌زنی و فایرهای غیر مسئولانه از سوی کاروان ها در سالهای گذشته سبب کشته و زخمی شدن شماری از افراد نیز شده است. احمد شاه مسعود، قهرمان ملی که مخالف سرسخت حکومت طالبان بود، 18 سال قبل در اثر حمله انتحاری 2 مردی که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در ولایت تخار جان باخت. او در مبارزه بر علیه اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و در جنگ های داخلی نقش برجسته ای داشته. احمد شاه مسعود در سال 2002 در لوی جرگه‌ای که در پایان حکومت موقت برگزار شد لقب قهرمان ملی را دریافت کرد.